آموزش CSS. در این بخش آموزشی می خواهیم با هم روش متصل کردن کلاس ها رو بررسی کنیم و همینطور اتصال انتخابگرها رو. در CSS قابلیتی وجود داره در بخش انتخابگرها که می تونیم انتخابگرهای مختلف رو به هم بچسبونیم و عناصر مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. مثلا فرض کنید عناصر مختلفی در صفحه کلاس لارج فونت رو دارن، یعنی به این شکل. در اینجا من کد ها رو پاک میکنم، به این صورت لارج فونت رو دارن، ولی میخواییم فقط پاراگراف هایی که این کلاس رو دارن رو مورد تاثیر و هدف قرار بدیم و در واقع قرار بگیرن. برای این کار باید به این صورت عمل کنیم که میخواییم خودش رو در اینجا بنویسیم. خب در ابتدا میایم یک پی ایجاد میکنیم که در واقع گویای پاراگراف هستش، یک خط فاصله و عبارت large font رو مینویسیم، large dash font. به این صورت آکولات های باز و بسته رو قرار میدیم و دستورات مورد نظر خودمون رو در اینجا می‌نویسیم که حالا میخواد دستورات رنگ باشه یا هر چیز دیگه. همچنین امکانش هست که دو کلاس رو هم به هم متصل کنیم. برای درک بهتر یک کد رو به عنوان نمونه و مثال در اینجا ایجاد میکنیم تا بتونیم در واقع دو انتخابگر رو به هم متصل کنیم. میایم در اینجا نقطه رو قرار میدیم، عبارت تکست رو می‌نویسیم، به این صورت مجدداً یک نقطه قرار میدیم، البته یک فاصله جمع کن و یک نقطه قرار بدیم و عبارت large font رو می نویسیم، large خط فاصله font. به این صورت آکولات ها رو باز و بسته می کنیم که دستورات رو بتونیم در بین آکولات های باز و بسته بنویسیم. خب همطور که می بینید در اینجا text و large font به هم متصل شدن و در کنار هم قرار گرفتن که شما این کار رو با استفاده از ویلگول هم میتونید انجام بدید، به این صورتی که مشاهده میکنید. مفهوم این کد به این شکل هستش که علاوه بر کلاس large font که در اینجا وجود داره، کلاس text هم هست، یعنی کلاسی به نام text هم در اینجا داریم. اگر بخوایم این نوع کلاس رو در صفحه وبسایتمون که با HTML طراحی شده به کار ببریم و به کار بگیریم، میتونیم مثل مثال که در اینجا میخوایم کدش رو بنویسیم ازش استفاده کنیم. برای درک بهتر میایم در واقع کد HTML اون رو ایجاد میکنیم. در اینجا میخوایم به عنوان نمونه یک پاراگراف رو ایجاد کنیم و به اون استایل بدیم. خب کدهای بخش بادی رو پاک میکنیم به صورت کامل، به این صورت میایم در اینجا پاراگراف رو ایجاد میکنیم، یعنی پی رو می‌نویسیم، یک خط فاصله، کلاس رو در اینجا وارد میکنیم، به این صورت علامت مساوی رو قرار میدیم، از ابتدای کلاس رو بنویسم، به این صورت علامت مساوی رو قرار میدیم، دابل کوتیشن رو میذاریم، عبارت تکست رو وارد میکنیم و کمی فاصله ایجاد میکنیم، یعنی یک فضای اسپیس، large font رو می نویسیم، large font به این صورت، و در نهایت تگ بسته پاراگراف رو ایجاد می کنیم و حالا متن دلخواهم رو هم می تونیم در اینجا بنویسیم. من به عنوان نمونه یک متن رو در اینجا نوشتم تا بتونیم در واقع نتیجه رو مشاهده کنیم. صفحه رو ذخیره می کنیم و یک بار صفحه وب رو رفرش می کنیم، به این صورتی که مشاهده می کنید تاثیر گذاریش رو می تونیم در اینجا ببینیم. حالا هر دستوری رو که من در اینجا بخوام وارد کنم به راحتی برای اینها اجرا خواهد شد. به عنوان مثال من میخوام که رنگش رو تعیین کنم، عبارت کالر رو می‌نویسم، به این صورت بر رنگ مورد نظر خودم رو در اینجا وارد می‌کنم، سمیکالون رو می‌ذارم و ذخیره می‌کنم فایل رو. همونطور که می‌بینیم بعد از ریفرش کردن صفحه وب رنگ متن به رنگ قرمز تغییر پیدا می‌کنه، چرا که ما در اینجا در بخش استایل CSS رنگ رو قرمز تعریف کردیم. حالا میتونید اندازه فونت یا نوع فونت رو هم در واقع برای اون ایجاد کنید، به این صورت فونت سایز یا هر چیز دیگر رو، فونت خط فاصله سایز رو وارد میکنید، در اینجا به عنوان مثال ما 14 پیکسل رو قرار میدیم، سمیکالون رو میذاریم و ذخیره میکنیم. میبینید که تاثیرگذاریش در صفحه و کاملا محسوس و قابل نمایشه، یعنی در واقع ما هر خصوصیاتی رو که به large font بدیم برای این متن و این کلاس قابل اجرا خواهد. در آخر هم بهتره بدونید که ترکیب و اتصال انتخابگرها بر روی ارجحیت دستورات تأثیر میذاره و شما هم در این بخش با اون آشنا شدید. در بخش بعدی میخواییم در مورد مبحث بهبود کارایی انتخابگرها صحبت کنیم و شما با تکنیک هایی جهت بهتر نوشتن انتخابگرها آشنا بشین که جهت طراحی وبسایت و استایل نویسی بسیار بسیار مورد نیاز هست.